امروز روز عید فطره. عید فطر. من نمیخوام راجع به عید فطر صحبت بکنم. اینجا روستای مازان یا مازون کاشانه. ولی میخوام راجع به یک چیز دیگه‌ای برای شما صحبت بکنم که خیلی آزاردهنده است. مردمانی در مازون زندگی میکنن که بهایی هستن و کارشون مزرعه دارن، گل میکارن، سالها جدن در جد. و اینها گل رو برای چی میکارن؟ که گلاب درست کنن. چون بهایی هستن، حضرات آیت الله ها فتوا دادن که گلابی که بهایی میسازه نجسه. واقعیتش من خیلی از این جهت رنج میبرم که یه آیت الله به خودش اجازه میده یک انسان رو نجس بدونه. این فاجعه است. میخوای بگم نجس کیه؟ آیت الله ها. میخوای بگم نجس کیه؟ نجس اون آیت اللهی است که یه بهایی بی آزار و هموطن ما رو نجس میدانه به خاطر باورش. ولی همین آیت الله از کنار میلیارد میلیارد دزدی های بیت رهبری عبور میکنه و زیپ دهنش رو میکشه. بهایی نجس به خاطر اینکه باورش مثل شما نیست. اینا اینجا دیگ داشتن، برادرها آمدن دیگ های اینها رو که سرمایهشون بوده بار کردن بردن و هرچین بدبخت ها، بیچاره ها، بی نواها، بی پناها میرن میگن که آه کی بوده که دیگهای ما رو برده؟ هیچ دستگاهی نیست که پاسخ خوب باشه. آقا مال مردم رو بردید، بگید که کی برده. اینجاست که این رفتار شما نجسه. سال هاست دارن اموال بهایی ها رو میبرن، طلا فروش طلاش رو میبرن، دلارهاشون رو میبرن، پولشون رو میبرن، کتابهاشون رو میبرن، لپتاپشون رو میبرن، پس نمیدن. این کار، کار نجسی. اینجا خانه یکی از بهایی اصلا به ریخت این خانه ها نگاه بکنید. شما میپسندید یک چنین شرایطی رو برای زندگی؟ اینا اینجا دارن زندگی میکنن. بعد شما میاید دار و ندار اینها رو جارو میکنید میبرید بدون اینکه یک نوشته بدید که چی بردید. این کار نجسه. شما اموال مردم رو ببرید و سند ندید که چی بردید. بیایید اینا اینجا توی این گالون ها، توی این گالون ها گلاب میذارن و محصول یک سال زحمت و گلکاریشون رو توی اینها جمع میکنن و به خیشان خودشون میدن، به همکیشان خودشون میدن. همه رو بار کردن بردن، کامیون آوردن، وانت آوردن، همه رو بار کردن بردن. این کار نجسه. شما مال مردم رو میبرید، مال مردم رو میبرید و رسید نمیدید و میبرید خودتون بالا میکشید یا میریزید بیرون به اسم این که بهایی نجسه، نباید دست به گلاب بزنه. این ریخت خونه ها رو ببینید شما، پیر مردان و پیر زنان بهایی اینجا ها زندگی میکنید.
اومدن اینجا رو پلم زدن. پلم زدن بعد از ماها پیگیری که بابا اموال ما داره نابود میشه، باغهای گل ما داره پرپر میشه، چیکار بکنیم؟ میگن گلتون رو ببرید بفروشید، دست به گل بزنید، چون به فتوای آیت الله ها نجسه، ما میایم جمع میکنیم میبریم. میدونی چی نجسه آیت الله ها؟ پول مردم ایران که داره به سوریه میره، داره میره لبنان تو گلوی سید حسن نصرالله که حقوق ماهیانه شبه نظامیان حزب الله بیشتر از آتش نشانهای ما بشه. این کار نجسه، این کار نجسه. این انبارشونه؟ هنوز پلمبش هست. تو هم یک کارو کسب یکی رو پلمب میکنی که چی بشه؟ اگه ارزه داری، اگه مردی، اگه نجس نیستی، راه باز کن، امنیت ایجاد کن. شما روزگار اینها رو تلخ کردید. الان فرزندی خانواده رو من دیدم، یه جوانی است، دانشگاه قبول شده، ردش کردید. این کار نجسه، این کار نجسه. شما ها نجسید به خاطر اینکه انسان رو نمیبینید. شما ها نجسید به خاطر اینکه حقوق انسان ها رو تباه کردید، حقوق ایرانیان رو برداشتید، از کلوی مردم ایران برداشتید بردید. یه چیز دیگه بهتون بگم، میخواید بگم آیت الله ها چی نجسه؟ نجس امضای شما هاست که به چشم کور خودتون دختران تن فروش رو میبینید که به خاطر فقر تن به تن فروشی میسپارن و پول اینها رو میدید مقبره اشرافی میسازید، میدید سوریه، میدید لبنان، میدید به فلسطین. همین چند روز پیش کلی پول گنده دادن به فلسطینی ها. این کار نجسه. لذت ببرید از این همه دژخیمگری که با مردم ایران دارید.